وقت شما بخیر کاملیا پور کتابی هستم، همراه شما با اقتصاد و بازار امروز یک شنبه 22 خرداد ماه. در ادامه انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت، امروز سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از وضعیت تورم گفت قرار بود بعد از طرح دولت فقط قیمت 7 قلم کالا افزایش داشته باشد، اما در حال حاضر 700 قلم کالا گران شده. عهد آزادی خواه گفته اعطای کالا برگ هم به زودی محقق نخواهد شد، موضوعی که احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس هم آن را تایید کرد. حالا چون هنوز سویچ های بانک مرکزی برای این تنظیم کارت الکترونیکی اجازه نمیده، دارن فعلا نقدی پرداخت مونه، ولی اصل مسئله ادامه داره تا موقعی که اینا بتونن این رو تنظیم کنن. عرض میکنم حالا امکان داره اینا یه دو سه تاریخ گفتن، ولی چون مشاور خارجی هم بازم گرفتن، ولی امکان داره شاید شهریور به بعد باشه. در همین حال و در پی ثبت رکورد تاریخی قیمت دلار و روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز، جانشین پلیس امنیت اقتصادی ایران از بازداشت 31 نفر از فعالان معاملات فردایی ارز و طلا خبر داد و مدعی شد دلیل این اقدام معاملات غیرقانونی است. رئیس کل دادگستری استان گلستان میگوید سازمان اطلاعات این استان یک شبکه اخلال در توزیع آرد و نان را شناسایی و دستگیر کرده. به گفته حیدر آسیابی، این افراد سهمیه آرد نانوایی‌ها را از چرخه توزیع یارانه‌ای خارج می‌کردند و با ایجاد کمبود در عرضه نان سبب نارضایتی مردم شده بودند. در همین حال گروهی از کسبه تهران و مغازه‌داران در خیابان امین حضور تهران و بازار عراق در اعتراض به افزایش مالیات بخش خصوصی و جمع‌آوری اقلام داخل مغازه‌ها به بهانه قاچاق بودن این وسایل اعتصاب کرد و نسبت به این وضعیت اعتراض کردند. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن با من هستن. راجع به این موارد با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای چاوشی، به نظر می‌رسه هم کالا برگی که برنامه‌ریزی شده بود از سوی دولت به نتیجه نرسیده، هم قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما رو بشنویم. به نظرم یه بخشی از مشکل امروز اینه که دولت از اول هم نمی‌دونست این پای حذف ارز ترجیحی چی کار می‌خواد بکنه. با اینکه ماه‌ها بود درباره‌اش صحبت می‌شد، انگار یه دفعه تصمیم گرفتن بپرن وسط ماجرا. شاید در داخل دولت هم حتی یه عده‌ای غافلگیر شده باشن. مسئله دیگه اینه که فکر می‌کنم یه مشکل مهمی ما مدت زیادیه توی اقتصادمون داریم، توی این دولت خیلی هم شدیدتر شده، اینه که مسئولان دولتی میخوان مشکلاتی رو که ریشه اقتصادی دارن یا با سیاست‌های دستوری و امنیتی حل کنن یا با روش‌های فنی و سامانه‌ها و اینا، و خب هیچ کدوم اینا هم عملی نیست. درباره افزایش قیمت مواد غذایی هم کاملا روشن بود، از همون اول وعده گرون نشدن بقیه اقلام به جز اون 4 قلم ارز ترجیحی مثلا، یه وعده نشدنی بود. وقتی شما یه تورم 40% داری، بعد میخوای همزمان چند تا شوک جدید هم وارد کنی به اقتصاد، طبیعیه که قیمت همه چیز دوباره میره بالا. یعنی حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شده باشه اونطوری که دولت و بانک مرکزی میگن توی فروردین و اردیبهشت این اتفاق افتاده، این شوک‌های پشت سر هم هست، ارز ترجیحی، تغییر نرخ ارز گمرکی، مالیات ارزش افزوده، حقوق دستمزد کارگرا، افزایش قیمت‌های جهانی، از همه مهمتر این شوک ماجرای برجام در نتیجه‌اش جهش قیمت ارز، اثر خودش رو روی انتظارات تورمی نشون میده، موج تورم اتفاق میفته. اما درباره کالابرگ من فکر می‌کنم شاید اصلا از اولم خود دولت نمی‌خواسته این کار رو انجام بده، فقط تحت فشار مجلس وارد این فاز شده. البته شاید اگر انجام هم نشه بهتر هم باشه، این یکی استثنا، اگه اتفاق نیفته شاید برای اقتصاد ما، برای مردم ما خبر بهتری باشه، چون تجربه کالابرگ و کوپن رو ما در دهه 60 و 70 داریم، گرفتاری‌هاش رو دیدیم،
و دردسرش هم برای اقتصاد تجربه کردیم. آقای جاوشی، این افزایش استفاده از ابزارهای پلیسی و برخوردهای تعزیراتی در بازارهای مختلف، در حالی که روند اعتراضات فعالان اقتصادی رو هم داریم می‌بینیم که به خیابون‌ها کشیده میشه، تا چه حد میتونه معضلات اقتصاد ایران رو حل کنه؟ طبعا این روش ها چیزی رو حل نمی‌کنه. تجربه سالهای گذشته خود اقتصاد ایران هم نشون داده این مسئله همینطوری بوده همیشه. نه تنها مشکل رو حل نمی‌کنه، بعضا باعث میشه ابعاد ریشه های اقتصادی ماجرا گسترده‌تر هم بشه، در نتیجه خود مشکل هم بزرگتر میشه. ما چند تا جمشید بسم الله و سلطان سکه و سلطان خودرو و اینا بازداشت یا اعدام شدن تو این همین 10-15 سال اخیر. آیا چیزی عوض شد؟ طبعا نه. البته به جز مسئله برخوردهای تعزیراتی و اینها، به نظر میاد این نارضایتیایی که الان مثلا تو صنف لوازم خانگی اتفاق افتاده چند تا عامل مقطعی هم داره. یکیش مسئله مالیاته که امسال دولت شروع کرده برای اصناف مختلف از جمله همین صنف لوازم خانگی. مالیات ها رو بر اساس گردش حساب کارتخوانا محاسبه کرده، برای بعضیا چندین و چند برابر شده مالیاتشون در مقایسه با سال قبل، و این براشون قابل تحمل نیست ظاهرا. مسئله بعدی اینه که تو صنف لوازم خانگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اومده، شروع کرده برخورد به فروشنده های لوازم خانگی که حالا مثلا کالای قاچاق میفروختن، جنساشون رو جمع کرده برده یا کالای مشابه، در حالی که خب طبیعیه وقتی دولت واردات قانونی خیلی از لوازم خانگی رو ممنوع کرده، از اون طرف تقاضا وجود داره تو بازار، اینا وارد میشه، یه جایی بالاخره باید فروخته بشه. این ریشه اقتصادی ماجرا که حالا با جمع کردن یخچال و ماشین دواسی از در مغازه حل نمیشه. یه مسئله دیگه ای هم که عامل نگرانی همه فعالای اقتصادی شده این روزا، مسئله قیمت ارز که رکوردهای جدید ثبت کرده، نشون میده نااطمینانی، چشمانداز مبهم آینده داره روی فعالیت اقتصادی تو همه بخشا سایه میندازه. مشکل اصلی الان اینه که دولت به جای اینکه بره ریشه اون مشکل رو حل کنه، ریشه نااطمینانی رو تو اقتصاد حل کنه، ریشه تورم رو حل کنه، یا داره سامانه پشت سامانه طراحی میکنه برای این کارهای مختلف، یا افتاده دنبال فعالای بازارهای مختلف. اینا روشنه که هیچ کدوم مسئله ای رو حل نمیکنه. ممنونم همراه من بودین. در این بخش هادیه چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن. و در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. همکارم آرش آزمی هم برای بررسی بیشتر این بازارها اینجا در استودیو همراه من. آرش، بازار ارز رو تو امروز رصد می‌کردی، دلار دوباره رفته بالای 32,000 تومان. 33,000 تومان رو بله دلار امروز رد کرد و رفت تا 33,300 تومان. امروز قیمتش رکورد جدیدی رو ثبت کرد، بعد از اینکه دیروز رکورد تاریخیش رو شکسته بود، امروز دوباره یه سطح جدیدی رو هم ثبت کرد. صرافی ملی هم به نظر امروز کمی سعی کرد دلار رو قیمتش رو بالا ببره، برد بالای 27,000 تومان، اما کماکان فاصله بالایی رو دارن، فاصله زیادی رو دارن. حواله دلار سامانه نیما، یورو و حواله درهم هم همه افزایشی بودن. شاید گذشتن حواله درهم از 9,000 تومان هم عملاً تثبیت بکنه قیمت اسکناس دلار در تهران رو بالای 33,000 تومان. اما موضوع اصلی در بازار ارز این برخورد امنیتی است که انجام شده با بسیاری از فعالان بازار فردایی. اون گونه که پلیس امنیت تهران گفته، دستگیر شدن بسیاری از افراد و جو در کل بازار هم جو امنیتی مخابره میشه. در کنار اون هم از دیروز یک محدودیتی رو که گفته میشه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هست در حوزه ارز مسافرتی، خیلی مد نظر بوده موضوعی که گفته شده برای افراد مقیم خارج و افراد دو تابعیتی دیگه ارز مسافرتی که سالانه پرداخت میشد پرداخت نخواهد شد. هاش در بازار رمز ارزها قیمت ها رو من نگاه میکردم، قیمت بیت کوین یه طوری شده بود انگار ماها برگشته بود عقبتر. بله، قیمت در واقع رمزارزها در 24 ساعت گذشته باز هم افت کرد، بعد از اینکه روز قبل هم افت کرده بود به دلیل اون شاخص‌های تورمی آمریکا که منتشر شده بود، حالا باز هم برگشته. تقریبا بیت کوین به دسامبر 2020 1.5 سال به عقب برگشته قیمت‌ها در بازار. اتریوم هم تقریبا همین وضعیت رو داره که در 10 رمزارز بزرگ هم می‌بینیم که تقریبا همه‌شون افت‌های بالای 5% داشتن، به جز ترونیکس که تقریبا روند ثابتی رو داشته. خانم یلن وزیر خزانه داری آمریکا هم یه هشداری رو داده، گفته کسایی که برای بازنشستگیشون میخوان سرمایه گذاری بکنن سراغ کریپتوها نرن، چون خیلی ریسکیه این سرمایه گذاری، که این هم خب در حاشیه بازار جالب توجه هست، چون بسیاری از سرمایه گذاری ها الان حوزه کریپتو رو هم در بر گرفته صندوق های سرمایه گذاری. اما بیت کوین همونطور که گفتیم رسید به 27,300 دلار که پایین ترین قیمت 1.5 سال اخیرش هست، و اتریوم هم همینطور می‌بینیم تا 1430 دلار هم پایین اومد.
در بازار طلا قیمت‌های سکه هم گویا سکه داره نزدیک میشه به شکستن رکورد تاریخیش. بله، سکه امروز باز هم البته قیمت‌ها خیلی متفاوت اعلام می‌شد، اما قیمتی که در برای صرافی‌ها اعلام شد 16 میلیون و 700 هزار تومان بود که خب 16 و 770 بالاترین قیمت ثبت شده برای سکه هست در سایت‌های رسمی این حوزه که خب نشون می‌ده رفته بالا حدود 700 هزار تومان. دوباره سکه رشد کرد، نیم سکه هم رسید به 9 میلیون و 300 هزار تومان. در بازار طلا هم موضوع در واقع جالب توجه این هست که بسیاری از تقاضا برای دلار گفته میشه اومده در این بازار با توجه به وضعیت امنیتی تری که بازار دلار داره. وضعیت بورس و سهام رو هم ببینیم. نقشه بازار نشون میده که امروز سبزپوش بود بیشتر، درسته؟ بله، امروز بورس سبزپوش بود اکثر بازار. البته گروه‌های کوچیک‌تر می‌بینیم باز رنگ قرمز در اونها بیشتر دیده میشه، اما شاخص‌های اصلی هر دو مثبت بودن. شاخص کل 0.9%، شاخص هموزن هم 0.4% مثبت، 65% نمادها هم کلاً مثبت بودن. اما بورس هم امروز موضوع مهمش شد تأثیر گرفتن از وضعیت سکه و طلا بود. دارایی‌های مبتنی بر طلا در بازار بورس خیلی مورد توجه بودند. صندوق‌های سرمایه گذاری طلا و سایر دارایی‌هایی که در واقع مبتنی بر طلا هستند مورد اقبال بازار قرار گرفتن. به نظر بخشی از تقاضا هم برای طلا و ارز اومده و در بورس داره این در واقع دارایی‌ها رو می‌خره. ارزش معاملات بله. رسید به حدود 4500 میلیارد تومان رشد داشت و خروج پول حقیقی داشتیم از بازار حدود 37 میلیارد تومان. حقیقی‌ها از بازار امروز خارج کردند که این روند خروج پول حقیقی رو ادامه دار کرد. ممنون آرش، اینجا با من بودی. آرش آزمی، ممنونم از همراهی شما با این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.